بسیار خوب، خیلی ممنونم، مرسی. با سلام و درود به همه دوستان، خسته نباشید پویان جان، شما همه خسته نباشین. پویان عزیز، این مقاله که شما گفتین به دست منم رسید، خیلی مقاله جالبی بود. به هر حال متشکرم که مطرحش کردین. من نوبت گرفتم که اینجا دو تا مطلب رو بگم. یکی این که نمیدونم اگر کیومرث هستن، قرار شد که اگه ممکنه یا بعد از صحبت های پویان یا اگر مایل بودن نوبت بگیرن راجع به این دو تا دوست، اگر مطلبی هست برای ما، هرچند کوتاه، از هر کدوم یه مطلب کوتاهی برای ما بخونن. اگر گفتن هم نویسنده هستن هم شاعر هستن این دوستایی که از دست رفتن. همینطور مجتبا جان، همین الان من میکروفون رو به شما میدم، میکروفون شما قطع شد. و همینطور از دوستمون سیروس هفت که مدت زیادی ازشون خبر نداشتیم، بخوام اگه ممکنه میکروفون رو بگیرن و صحبت کنن. سیروس عزیز هم لابد دوستان همه میشناسنشون، ایشون هم نمیدونم صدای من رو آهان دارن، هم نویسنده هستن هم طبع شاعرانه دارن که از صحبت هم کردن برای ما. اگر دوست داشت خیلی خوشحال میشیم که صدای ایشون رو بشنویم. و آخر سر هم میخواستم بگم که این دوست ما کاتالینا، یه سیاوش عزیز، یه دونه موسیقی تحت عنوان کاتالینا، یه همچین اسمی بود اگر اشتباه نکنم، از یه خیلی جالب بود، موسیقی دلنشینی بود. به هر حال اگر ممکنه بعدا اینو پخش کنیم. ولی خیلی ممنون پویان جان، بحثتون خیلی بحث خیلی خوبیه که به هر حال انسان رو به این وامی داره که این فاجعه واقعا حالا مرگباری که بوده، که کرونایی که اومده به این صورت ظهور کرده به صورت‌های اجتماعی، چطور چه تأثیری چه پیامدهایی داره. دنباله بحث قبلتون و که این تبدیل به یک پدیده اجتماعی شده، چه تأثیرهایی داره و این مسئله که بعداً در موردش باید صحبت شه که با وجود این فاجعه پیش آمدن این چه تأثیری میذاره و چه جامعه بعد از کرونا و قبل از کرونا، در این حال که یک نوع رستاخیزی نیست که مردم خواسته اون رو دنبال کنن، ولی حالا به هر طوری که هست یک تغییر عمده و مثل یک انقلابی خواهد بود به نظر من، که تغییرهای عمده اجتماعی سیاسی هم پدید خواهد آورد و مردم رو به سوی تغییر سیاستهایی که برشون حاکمه حتما سوق خواهد داد. به هر حال مسئله بسیار مهمی هست. خیلی متشکرم، من میکروفون رو رها میکنم. عقاب جان متشکرم، خسته نباشین برای اداره جلسه، و میکروفون برای عقاب. ممنون از شما پرواز عزیز، ممنون از دخالتتون در بحث. پیش از اینکه میکروفون رو بدم به پویان عزیز، یک سوال و یک به اصطلاح نظر داشتم که اونم اعلام میکنم، بعد میکروفون رو میدم خدمت پویان عزیز. در صحبت یعنی در اوایل صحبت شما، شما اشاره کردیم به تغییر یک شبه در جامعه. خواهش میکنم اگر امکانش باشه این مسئله رو به صورت دل بخواه یا اجبار، خب در این دو مورد هم به اصطلاح اگه میشه در مورد اون تغییر یک شبه در جامعه یکم توضیح بیشتری بدیم. و از دوستان دیگه و همچنین از پویان عزیز خواهش میکنم که نگاه کشورهای سرمایه‌داری رو پیشا پیش همزمان با بحران کرونا و شاید به اصطلاح خودمون آماده کردن نسبت به آینده در نظر بگیرن که در
بحث‌های گذشتم اشاره کردیم که آلمان، کشور ثروتمند آلمان، گفته که قرض میگیرم. انگلیس گفته 80% فعلا پرداخت میکنم. اسپانیا در آینده اضافه کاری های بیشتر خواهیم داشت و هلند هم فعلا در مورد این مسئله اظهار نظر رسمی نکرده، اما در مورد انعطاف پذیری در کارها صحبت به میون آورده که احتمال ضعیفش من حدس میزنم فقط در شیفتهای غیر عادی میتونه بشو جلوه بده. حالا در آینده چی پیش میاد اونو نمیدونیم. میکروفون برای شماست پویان عزیز. در رابطه با صحبتی که کیو عزیز کرد، منم یه شناخت مختصری از فرهنگ کسرایی دارم. واقعا اینجوریه که یعنی به خصوص در حوزه ادبیات وقتی که عواملی که این عوامل عمدتا سیاسی اجتماعی هستن به نوعی جلوی شکفته شدن، جلوی رشد استعدادها و شکفتن استعدادها رو میگیره، طبیعتا این افراد نمیتونن اون به قول معروف پتانسیل موجود خودشون رو بروز بدن. این توی حوزه ادبیات خیلی مشهوده، به خاطر زبان، به خاطر اون ریشه های تاریخی، ریشه های اجتماعی که الهام بخش ادبیات هست، ادبیات مترقی، ادبیات پیشرو، ادبیات به قول معروف فرهنگ پیشرو. خب طبیعتاً اینا وقتی که این افراد به علل مختلف به خارج میان، اینا قابلیت های گذشته خودشون رو توی زمینه رابطهشون با جامعه، رابطهشون با اون عواملی که الهام بخششونه، تغذیهشون میکنه، کاسته میشه و حتی بیان اون به زبون به قول معروف اون کشوری که هستن به علت ناتوانی که خب خیلی عادی هست قادر نیستن رو بیان بکنن. و طبیعتاً این در یه سطح کلی همه رو رنج میده. شاید مرگ ساعدی هم به این خاطر بود که واقعاً این شرایط، تحمیل این شرایط و غربت براش یه امر به قول معروف غیر قابل پذیرش بود. این متاسفانه اینجوریه. یاد فرهنگ کسرایی گرامی باد و شاید بتونیم یه روز یه بحث مفصل‌تری در این رابطه بذاریم که اصولا این پدیده چجوری داره امروز عمل میکنه. در رابطه با صحبتی که رفیقمون بهروز کردن، به هر حال وقتی که مسئله بحران رو مطرح میکنیم، این که منشأ این بحران چی هست، یعنی بحران فقط بحران اقتصادی نیست، بحران میتونه بحران سیاسی باشه، میتونه بحران اجتماعی باشه، ولی خب همه اینا به هم ربط دارن و هم تاثیرگذار هستن. حالا شاید توی مبحث اقتصادیش همینجوری هم که قرار هست روز فکر کنم دوشنبه تو اتاق که رفیقمون همت کردن باز کردن که رفیقمون سیاوش قرار هست که رفیقمون به روز این مسئله رو بیشتر باز کنم، فکر کنم بیشتر بتونیم به این مسئله به جزئیاتش بپردازیم. ولی اصولا برخورد ما به اون چیزی که به عنوان بازتولید اجتماعی و شرایطی که این بازتولید اجتماعی رو عوض کرده نگاه بکنیم، به نظر من در توسعه مناسبات اجتماعی سرمایه به عنوان رابطه اجتماعی هست که این در واقع یعنی این عامل هست، معلولش در واقع کاهش این خدمات هست. و این رو به نظر من
باید در یک روند تاریخی بررسی کرد، یعنی عواملی که سوسیال دموکراسی رو شکل داد که این سوسیال دموکراسی به نوعی توجهش به این ساختارها کرد و به نوعی اونا رو مورد توجه قرار داد، این حاصل یک پیامد تاریخی بود که از زمان بیسمارک شروع شد و نهفته از نظر نظری نهفته در دیدگاه انترنسیونالیست دوم داشت. به نظر من درسته که انقلاب روسیه به نوعی چپتر جدیدی، یعنی چیز جدیدی رو باز کرد در اون، ولی از بین رفتن اون جریانی که در روسیه وجود داشت به نظر من تاثیرگذار بر این امر نبود، برای اینکه دقیقا اونا هم شرایطی بهتر از غرب نداشتن از نقطه نظر کلیت اون بازتولید اجتماعی، و دقیقا خودشون هم بخشی از این جریان بودن به یک شکل دیگه، یعنی اون ساختار و این ساختار امر بازتولید اجتماعی رو در کلیت خودش با یک مضمون انجام میدادن، یعنی اون به شکل دولتی خودش اون ساختار رو سازماندهی میکرد و استثمار رو از طریق بروکراسی دولتی انجام میداد، این یکی به نوعی از طریق سوسیال دموکراسی به اصطلاح انجام میداد، یعنی از نظر محتوا یکی بودن ولی از نظر شکل متفاوت بودن، ولی به نظر من این تحولات رو اگه بررسی بکنیم دقیقا که چگونه شکل گرفتن و چگونه نزول پیدا کردن در درونه، یعنی عواملش در درون جامعه سرمایه‌داری بود که باید بررسی کرد که چرا اینا از بیسمارک شروع میشه به سوسیال دموکراسی توی اروپا، دولت رفاه در امریکا ختم میشه و این سقوط میکنه و این نمیتونه ادامه بده، این دلیلش در درون خود جامعه سرمایه‌داری هست تا چیز دیگه، عوامل دیگه کمک کننده بودن، عوامل دیگه نه به عنوان عامل اصلی بلکه نقش ثانویه داشتن توی این رابطه. حالا اینو میشونیم اگه موقعی شد اینو بیشتر باز بکنیم که این مثلا شکلگیری سوسیال دموکراسی و ادامه اون حتی بعد از جنگ برنامه‌های اون در چه رابطه بوده. در رابطه با بحثی که رفیقمون مشتبا میخواست بکنه، من شاید بتونم حدس بزنم که چی میخواست بگه در رابطهش، در این رابطه قبلا همون توی اتاق قبلی صحبتی شده بود، این که این بحران، یعنی اون دفعه هم این صحبت شد که رفیقمون گفت که این بحران در واقع به عنوان یک عاملی برای رژیم جمهوری اسلامی در واقع موهبتی بود که اون چیزی که تحت عنوان جنبش‌های اجتماعی، جنبش آبان و تمام اون مسائل اجتماعی بود، این رو تحت عنوان کرونا به نوعی اون جنبش‌ها رو هم سرپوش روش بذاره و هم به نوعی مانع از گسترش اونا بشه. خب اینو اگه از یک نقطه نظر بهش نگاه بکنیم، در کلیت خودش وقتی که ما از بحران صحبت میکنیم، بحران به این معنیه که اون مدیریت گذشته به هر شکل وجود نداره و مدیریت جدیدی باید صورت بگیره و این مدیریت جدید به قول معروف با گرایشات طبقاتی و خواستهای سیاسی انجام میشه. خب طبیعتاً هر عاملی که این بحران رو به وجود آورده باشه، خب هر جریانی بنا به وابستگی‌های طبقاتی خودش، منافع مشخص خودش، سعی میکنه اون رو در جهتی هدایت بکنه که بتونه اهداف سیاسی و اقتصادی خودش رو برآورده بکنیم. این خب یک شیوه، یعنی این رو در تمام گذشته از
ضایعات دیگه ایشم، یعنی اینا به قول معروف شمشیر دولبه هستن، یکی بحران شرایط رو تشدید میکنه، کنترل اجتماعی رو کاهش میده، از یه طرف دیگه ساختارهای جدیدی رو سازمان میده برای ساختار جدیدی که بتونه به نوعی در واقع اون نظم اجتماعی رو حفظ بکنه. ولی حداقل من فکر میکنم جامعه ایران امروزه جمهوری اسلامی بعضش از این حرفا خرابتره، یعنی به قول مرحوم damn not to do it، یعنی اگه هر جوری با این مسئله مبارزه بکنه یا سرکوب بخواد بکنه اینا، از یک طرف دیگه پیامدهاش در مقابلش ظاهر میشه، یعنی به هر صورت برایش فاجعه آفرینه، یعنی این کاری که میکنه مسئله 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000 آدم کشته بشه، یعنی و این امر به نوعی با شرایطی که توی جامعه هست که بحران وجود داره و این تشدید بشه طبیعتاً جامعه غیر قابل کنترل میشه، این اون چیزیه، ولی خب این فاجعه است و اینا به نظر من دانسته دارن به این دامن میزنن که این به هر حال مسئله شون از امروز به فرداست، اینکه چگونه خودشون رو حفظ بکنه. در رابطه با سوالاتی که شما عقاب کردن، ببینید این تغییرات یک شبهی که میگم به وجود میاد، این یک پدیده دیالکتیکی هست، به این معنی که این یعنی وقتی که شرایط، یعنی وقتی ما از بحران صحبت میکنیم، این بحران همواره در گذشته به صورتی بوده که نماد، یعنی نشون میاد خودشو در مثلا بخشای مالی و در واقع از اونجا بوده که به بخش تولید سرایت میکرده و عمدتا در بخش مالی بوده که به ترمیم اون جریان میپرداختن، این قابل یعنی قابلیت های سرمایه‌داری عمدتا در نقشش در بازار هست که میتونه به نوعی نوسانات بازار رو کنترل بکنه، در تولید این امر بسیار کمتره، یعنی عواملی که تولید رو مختل میکنن طبیعتا نیروی کار دخالت داره، عوامل دیگه ای دخالت داره که خارج از دست سرمایه داری، یعنی امروزه در واقع اون اجبار که صحبت ازش میکنیم در واقع این بحران به قلب تولید زده و این در واقع این قلب تولید هست که به نوعی چرخ اقتصاد رو و یعنی از تولید بازار رو هم مختل کرده، نه از طریق بازار تولید مختل شده باشه، یعنی حداقل در عملیات این که یعنی در شکل این باید مشخص بگیم که این به چه سرعتی و چگونه تولید رو مختل کرده و این تولید در واقع امر گردش سرمایه رو مختل کرده، از این نقطه نظر خب این خیلی سریع انجام شد، یعنی بی سابقه است با شرایط گذشته. این که جامعه سرمایه‌داری در مثلا به این چگونه نگاه میکرده به این مسئله اینا، گفتم همین در واقع دیدگاهش، اون منطق سرمایه اصولا یک سری مسائل دیگه براش علستویه است، یعنی علستویه که میگم در واقع از درجه اهمیتی برخوردار هست که بتونه به قول معروف گردش سرمایه رو به پیش ببره، همون جوری که مسئله ارزش افزوده و به قول معروف ارزش مصرفی رو، ارزش مصرفی براش علی‌السویه است،
ولی مجبوره که بهش تن بده، در سیاست کلیش هم به همین صورت عمل میکنه. یعنی عوامل دیگه ای که از سوداوری کمتری برخوردار هستن و به امر انباش کمک نمی کنن، خب طبیعتا اینا اولویت خاص خودشون رو ندارن. یعنی در حوزه های بهتر میتونه عمل بکنه، سرمایه چشم و گوش نداره، سرمایه به قول معروف کور عمل میکنه. کور به این معنی که احساسی عمل نمیکنه، مصائب زندگی مردم رو در نظر نداره، در رابطه مشخصی با منطقه خودش که منطقه به قول معروف سود و انباشته است عمل میکنه و این همواره تعیین کننده است. ولی اینکه سرمایه‌داران به نوعی گرایشات مختلفی دارن و بر حسب منافع خاص خودشون و این گرایشات رو به چه صورت بروز میدن، چه صورت، یعنی قانون سرمایه‌داری بر حسب اینه که به نوعی منافع خودشون رو منافع جامعه جا بزنن همواره. برای همون اون چارچوب دموکراسی بورژوازی رو همیشه عمده میکنن که گویا ما نمایندگان کنترل اجتماعی هستیم که عقلانیت لازم رو برای این کار داریم و منافع کل جامعه برای ما مهمه. ولی اون چیزی که امروزه نشون داده شده اینه که واقعا منافع حیاتی جامعه به زبان خودشون براشون مهم نیست، براش به قول معروف یک روپوشایی درست میکنن یا در لفافه مطرح میکنن، ولی عملا نشون داده میشه که این نیست. و این خب کمتر در شرایط عادی به این صورت مطرح میشه، همیشه لفافه های دیگه، عوامل دیگه ای رو درگیر این مسئله میکنن. با تشکر. ممنون از شما، ممنون از ادامه صحبت. و واقعیت مطلب این که خب بخش دوم هم فکر میکنم صحبت پویان عزیز تموم شد و دوستان ظاهرن در ادامه کار مایل به دخالتگری نیستن. روی این است من یک موضوع کوتاه و بعدش میکروفون رو میدم به کیومرس عزیز. هفته پیش اعلام شد که اصطلاحاً برای دوران پسا کرونا دوستان و عزیزان یک پیشنهادات یا صحبت هایی که باید جمع جور بشه اگه امکانش باشه، این ضرورت دیده میشه که بر ادامه کاری به اصطلاح آماده سازی برای دوران بعد از کرونا یه پیشنهاداتی جمع آوری بشه. در این مورد یک نوشته ای هم در سایت گفتمان درج شده که من اصطلاحاً با توجه به صحبت هفته گذشته تهیه کردم. خواهش میکنم در این مورد هم فکر بکنید و اگر امکانش باشه برای این مسئله هم جداگانه در اتاق گفتمان یک برنامه میگذاریم. صحبت بعدی رو به اصطلاح میکروفون رو میدم در اختیار کیومرس عزیز و در مورد این مسئله اگر ما بتونیم یک برنامه مستقل داشته باشیم به نظر من خیلی مناسب هست، ولی خب دوستان هر چی تصمیم بگیرن منم در کنارشون هستم. کیومرس عزیز هستین شما؟ خب سلام دارم خدمت همگی، خسته نباشید. پویان جان ممنون از زحمات شما، از زحمات ادمینای عزیز. به هر حال صحبت از این بود که ما قدر هم دیگر رو نمیدونیم. به هر حال یه هفته قبل پرواز عزیز راجع به زحماتی که پویان جان میکشه صحبت کرد با این
واقعیتش اینه که قابل قدردانیه که یه انسانی این همه نیرو میذاره که تلاشایی میکنه دانسته‌های خودشو با دیگران تقسیم بکنه و به هر حال خوشبختانه بعضی از دوستان و رفقا مثل که قدر این چیزا رو میدونن، ولی اون چیزی که در واقع در رابطه با بحران دوران اخیر به نظرم مطرحه، به هر حال خود کرونا واقعیتش اینه که یا امراض جدید، نه فقط ویروس کرونا، بخش زیادیش محصول این وضعیتیه که نظام کنونی به جامعه و طبیعت در واقع تحمیل میکنه. یعنی به شما فکر کنید که مثلا به 200-300 سال قبل برگردیم، رابطه‌ای که انسان با طبیعت داره رابطه خاصیه. این همه ماشین وجود نداره، این همه دی‌اکسید کربن تولید نمیشه، کشاورزی به طور گسترده‌ای وجود داره بدون مواد شیمیایی که امروز استفاده میشه و نیازهای بشریت یک جور دیگه‌ای و یه احساس مسئولیتی بین انسان و طبیعت خود به خود وجود داشت و همه اینا رو به نظر من این نظام نابود کرده، از بین برده و عامل بسیاری از مریضی ها رو میشه در این وضعیت در واقع جستجو کرد. و حالا خود این وضعیت در واقع خودش به بحران اقتصادی اجتماعی هم منجر میشه. ما اگر به قیمت‌های موجود توی همین یکی دو ماه گذشته نگاه بکنیم، متوجه میشیم که اوضاع چجوری داره پیش میره. در حقیقت توی وضعیتی که ما همه گرفتاریم و به هر حال به اشکال مختلفی در واقع درگیریم با این وضعیت، این فروشگاه ها استفاده خودشونو میکنن و کلی جنس ها رو به نسبت دو ماه قبل گرونتر داریم میخریم، ولی توجه هم به این قضیه نمی کنیم چون در حقیقت وضعیتی برامون گوجی آوردن که از نظر روحی مثل اینکه حوصله کنترل هیچی رو نداریم. به هر حال از این طرف قوانین مختلفی که توی این دوران بحران تصویب میشن، دولت‌های سرمایه‌داری همشون میدونن که چه وضعیت روحی رو به مردم تحمیل کردن، همه رو چپوندن تو خونه‌هاشون و از همین حالا یورش‌های مختلفی رو به هم سطح معیشت و هم به لحاظ سیاسی در واقع دارن تحمیل میکنن به آدم ها. یعنی در واقع قرنطینه‌ای که گذاشتن این یک حرکت اجتماعی ساده که امروز بخواد صورت بگیره به شدت در واقع باش مواجه میشن. به هر حال مثلا توی یک سری شهرهای آلمان هفته پیش به عنوان اعتراض به یک سری مسائل و همبستگی اجتماعی قرار بود که توی یک سری محلاتی آدم ها برن کفشای کهنه‌شونو بذارن یه جا که معلوم بشه که به این وضعیتی که در واقع با اجاره خونه و یه سری مسائل مختلف در واقع اینها مشکل دارن و علیه این وضعیتن. و توی یه همچی وضعیتی خب یه سری رفقای ما که رفته بودن میگو آقا جان
یه ماشین پلیس وایساده بود و فقط با بلنگو میگفت که کفش نذارید اینجا برید. به بهانه کرونا در واقع مثلا میگو یه زمانی اونجا ما تظاهراتی میذاشتیم، اگر ما 3,000 نفر بودیم 1,000 تا پلیس میآوردن. ولی میگفت اون روز به بهانه کرونا در واقع یه ماشین پلیس یورش میکرد سر مردم که این کار رو نتونن بکنن. به هر حال توی ایران مثلا وضعیت یورشی که امروز دارن میکنن در واقع به نظرم یورشی که توی آبان ماه شد بعد از این با این وضعیتی که داره به وجود میاد حرکت‌های اجتماعی گسترده‌تر میشه و در این حال یورش هم بیشتر میشه. و به هر حال یه مسائل مهمی رو امشب به پویان عزیز مطرح کرد. من به هر حال یک مقاله‌ای داشتم دستم دارم می‌نویسم راجع به راسیسم و به هر حال مدت هاست که درگیر این بحث راسیسم بودم و علت‌هاشو بیشتر در واقع دنبال علت‌های این موضوع بودم و به همین دلیل به هر حال بحثی که در درجه اول ذهن من مشغول کرد خب سالها بود کار میکردم و به هر حال کتابای زیادی به زبان فارسی راجع به هایدگر نوشته شده، ترجمه شده هستی و زمان 3 ترجمه داره و یه مقدار در واقع به هر حال بحثم توی این مقاله از اینجا شروع شد که یک بابایی توی شهر هاناو نزدیک ما هستش رفت توی دوتا در واقع قلیان بار و 9 نفر رو کشت و دود 20 نفر رو زخمی کرد و خود رفت خونه خودش و مادرش هم کشت و یه نامه‌ای که ازش باقی مونده بود علیه خارجی‌ها بود که در واقع حق اینا رو می‌خورن، دستمزدها رو پایین میارن فلان به همون این چیزا. خب از یه طرف آدم بدبختی، آدم بیچاره‌ایه و به جای اینکه این نظام رو ببینه، این نظم رو ببینه، خارجی‌ها رو می‌بینه. خب به هر حال ولی چرا اینجوری میشه؟ چرا این خارجی ها رو میبینه؟ من در واقع بیشتر توی تو رابطه با هایدگر به نظرم اگر هایدگر رخداد تاریخی اتفاق نیفتاده بود و نازی ها قدرت نمیگرفتن و هایدگر عضو حزب نازی نمیشد شاید هرگز کسی نمیفهمید که هایدگر نازیست بوده. در واقع یک من از این زاویه بیشتر به موضوع نزدیک شدم که نه اینکه هایدگر راسیسته و قراره که بهش برخورد بکنیم، بلکه نگاه راسیستی در فلسفه هایدگر کجاست؟ چه چیزایی در واقع این نگاه رو تقویت میکنه و اون در واقع نازی شدن اون به فعل در اومدن اون نگاهیه که توی خودش وجود داره. و به هر حال به نظرم در واقع مثلا خیلی ها فکر میکنن که من مینویسن، نه این که فکر میکنن ما هم حدس میزنیم راجع به جمهوری اسلامی میگن فاشیسته، یا مثلا یه دوره‌ای مثلا راجع به یه سری در واقع مثلا دولت حریم کردستان میگفتن فاشیست، یا به ترکیه به دولت ترکیه میگن فاشیست. خب من یه بخشی از موضوع به نظرم در واقع اون چیزی که ما توی نازیسم، فاشیسم و اینجور چیزا میبینیم در واقع گسترده شدن نیروی سرکوبه.
یعنی تو حالتهای عادی یه عده جاندارن، یه عده نمیدونم پاسبونن، یه عده ارتشی هن، یه عده ساواکی هن، حالا پاسداران هن، کمیته چی هستن، سرکوبگرن. ولی نازیسم یا فاشیسم کاری که میکنه اون آدم های پاسیوی که بالقوه میتونن راسیست، میتونن سرکوبگر باشن، ولی سرکوب نیروی سرکوب نیستن، میتونه همه اینها رو اکتیو بکنه، میتونه اینها رو به حرکت در، میتونه اینها رو به سرباز خودش تبدیل بکنه. از این زاویه جمهوری اسلامی زمانی که میتونه بچه های مردم و نوجوانا رو بفرست توی میدونای مین باشون، میدونای مینو پاک بکنه، وقتی که این جوونا رو میذاره سر چهارراه ها برای دستگیری این اون، وقتی که از بسیج استفاده میکنه برای سرکوب، وقتی که بسیج کارخونه ها رو میفرسته توی کارخونه های دیگه برای سرکوب، اینها به نظر من فاشیستیه، نازیستیه. اینها در واقع یک جریان ایدئولوژیکیه که خود ایدئولوژی انسان ها رو پاسیو میکنه، و این جهان بینی پاسیو به نظر من همیشه تو کل تاریخ به سادگی به نیروی سرکوب تبدیل شده. و به هر حال در واقع الان مثلا وضعیتی که پیش آوردم توی سطح جهانی، این همه فشاری که در واقع توی جامعه به تولید کنندگان، به بخش زیادی، به شاید بیش از 85% جامعه که فروشندگان نیروی کار هستند، فشار خیلی زیادی بهشون وارد میشه. یعنی در واقع مثلا شما بخواید مقایسه بکنید زندگی امروز و با زندگی مثلا 50 سال پیش، 60 سال پیش، 100 سال پیش، 100 سال پیش یه نفر توی مثلا یه روستایی کشاورز بود زندگی میکرد، نمیدونم زنش توی خونه کار میکرد، و این در واقع میتونست این در حقیقت خرج 10 تا 12 تا آدمو بده. یعنی یه همکاری وجود داشت و این 10-15 نفر، خب خانواده های تو گذشته تو کل دنیا اینجوری بوده، تعدادشون خیلی زیادتر از امروز بوده، و این در واقع وضعیت الان توان تولید اجتماعی هزاران بار بیشتر از 100 سال پیشه. ولی در واقع 2 نفر باید کار بکنن که خرج خودشون دوتا رو حد اکثر با یه بچه رو در بیارن. به نظر من این خیلی وحشتناکه، این فشار خیلی زیادیه، ولی به مرور این وضعیت رو عادی کردن برای آدم ها، در حالی که این عادی نیست. چرا باید 2 نفر زندگی صبح تا شب کار بکنن، شبم که میان خونه بچهشون رو به زور غذا دهنش بکنن، دوشش بدن، بخوابوننش، که صبح دوباره ببرنش تحویل مدرسه کودکش بدن، تحویل دبستانش بدن، تا شب دوباره اصلا هیچ محبتی به این بچه نتونن بکنن به خاطر شرایط کاری که براشون به وجود آوردن. اینها همه به نظرم در واقع هر چقدر که انسانها از هم جدا میشن، در واقع اون جهان بینی پاسیو توشون قدرتمندتر میشه. و از این زاویه به نظرم حالا سوالی که حمیدی جان میکنه، نظر من در واقع یکی از چیزهایی که میتونه علیه فاشیسم در واقع در هر انسانی شکل بگیره، در واقع اکتیو شدن جهان بینیشه. یعنی من راستش حالا توی همین چیزی که میگم، مقاله‌ای که میگم، یه شبی من یه قالبی داشتم میساختیم توی کارگاهی توی سراساوه،
و این قالب رو بایستی روز بعدش تحویل میدادیم. قالب ماله نمیرم حلب روغن نباتی بود فکر کنم، و به هر حال من ساعت 7 صبح رفته بودم سر کار و چون قالب تموم نشده بود من شب تنهایی وایساده بودم تو کارگاه و داشتم سوراخ کاری های قالب رو تموم میکردم که قلاویز بزنم. انقدر خسته بودم ساعت 3 صبح این کار در رفت، تموم بولیز کار من رو گرد داد. اگه به شکمم خورده بود بدون شک میمردم، یعنی امکان نداشت مثلا دیگه من زنده بمونم، چون گاراژ خیلی بزرگ، من ته گاراژ کار میکردم و اگه اتفاقی میفتاد بیهوش میشدیم و کسی به داد آدم. بعد روز بعدش من بیشتر به این موضوع فکر میکردم، حالا چون یه بخشی هم یه قالبم داشتیم، قالب بشقاب بود که من رو اونم باید کار میکردم. بعد فکر میکردم آره مثلا کی انسان ها به این فکر میکنن که این چطوری تولید شده، یعنی همه چی مثل این که اصلا اینا از آسمون میاد، فقط ما میریم یه پولی میدیم پرداخت میکنیم و یه چیزی رو میگیریم و مصرف میکنیم و هیچ کدوم به این موضوع فکر نمی کنیم این کالاهایی که داریم مصرف می کنیم چجوری تولید شدن و چه اتفاقایی توی این پروسه ها افتاده. و به نظر من خب خیلی طبیعیه این رفتارهایی که برای ما به وجود اومده ماها رو هر روز از هم بیشتر جدا می کنه و شرایط شکل‌گیری فاشیسم همیشه قوی میشه. و آره منتها این چیزایی که میگیم به هر حال به نظر من برای سازماندهی کردن راستش یه دیالوگی لازمه. دیالوگ کردن به نظر من توی رابطه های اجتماعی شکل میگیره، وقتی که ما در واقع یک رابطه‌ای بین خودمون حس میکنیم. به هر حال من از این زاویه اون چیزی که مطرح کردم، به هر حال این شرایط کرونا به نظر من وضعیت زندگی رو، فشارهای زندگی رو خیلی بیشتر از اون چیزی که تا حالا بوده میکنه و ماها در واقع مثلا اون چیزی که حمیدی عزیز میگه، در واقع ما نگاه بکنیم که توی چند سال گذشته از جلیق زردای فرانسه تا آبان ماه، دو تا آبان ماه توی ایران تا میدان الحریر مصر که بیش از 2 سال مردم تو خیابونا بودن، این آدم ها از طریق اینترنت میتونن با همدیگه تماس بگیرن و همزمان بیان بیرون از خونه هاشون. ولی واقعیت اینه که وقتی که از تظاهرات برمیگردن خونه دوباره احساس تنهایی در این انسان ها وجود داره. یعنی این در واقع رابطه نداشتن انسان ها حتی سر کارشون دیگه همه رو انقدر مشغول کردن که از لحظه‌ای که میری سر کار تا روزی تا لحظه‌ای که میای برمیگردی خونه فرصت هیچ کاری رو نداری، فرصت فقط برای کارفرما فرصت داری. و این به نظرم در واقع شرایطیه که نقشه‌ایه که علیه ما کشیدن و ما رو مدام از هم جدا کردن. من فکر میکنم راستش خیلی عمیق‌تر از خود بیگانگی. به هر حال حالا من راجع به فرهنگ کسرایی صحبت می‌کردم. راستش فرهنگ در واقع آدم سیاسی نبود، آدم اجتماعی بود، آدمی بود که فکر کنم سال‌های طولانی جسن نوجوانی اومده بود آلمان
و به هر حال اینجا مونده بود. البته فکر کنم سیروس هم خوب بشناستش، چون به هر حال سیروس هم کار تئاتر میکنه و فکر میکنم که توی یه سری چیزا جا هم دیگر رو دیده باشن. به هر حال ولی واقعیتش این بود که ممکن بود میگم باشه مثلا آدم توی جایی باش مشکل داشته باشی، ولی در مجموع آدمی بود که یک نوع تفکر رادیکالی در این آدم دیده میشد. و به هر حال من یه چون کاری کتابی من ازش نداشتم، یه کاری که اینا کردن فکر کنم سالای 96 بود یا 97 بود، اینها سلام سیروس جان، امیدوارم که شما یه خورده راجع به فرهنگ صحبت بکنید، به هر حال با شما توی این زمینه ها یه سری کارهای مشترکی، حالا مشترک شاید نه ولی دیدارهای زیادی داشتی تا اونجایی که من میدونم. مثلا یکی از کارهایی که اینا کردن فکر کنم سالای 96-97 بود، این با یکی دیگه از بچه های فرانکفورت یک کتاب چاپ کردن و روی کتاب در واقع در همین مخالفت با در واقع قربانت برم تویوچم فدات بشم، من کیومرثم، به هر حال ما بارها هم دیگه رو دیدیم صحبت کردیم با هم دیگه، ولی آیدیم خراب شدیم، آیدی رو درست کردم. اینها در واقع یه عکس لختی زدن روی چی؟ مال دوتاشون زدن روی کتابشون. به هر حال اون موقع از یه زاویه‌ای که توی وضعیتی که جمهوری اسلامی به وجود آورده برای جامعه و اینا جالب بود برای من. و الان من یه مقاله ازش دیدم که این مقاله‌ای که به هر حال توی اینترنت زده بودن و من امروز امشب دیدمش راجب دگرباشان بود، یه مطلبی 2007 نوشته فرهنگ عزیز که به هر حال بیشتر از که به چی بپردازه خود دگرباش بودن به هر حال کوششی کرده، کتاب‌های متفاوتی رو دنبال کرده که منشأ این واژه رو پیدا بکنه و براش اینجوری بوده که این واژه اعجاب برانگیزه، حیرت انگیزه و ریشه تاریخی نداره و یک واژه در واقع جدیدیه و یه بخشی از این واژه جدید رو در واقع میگه که توی این مقالش به هر حال بزنید فرهنگ کسرایی، این مقاله دگرباشانش میاد که بیشتر در واقع روی همجنس خواها که احتمالاً از اینها این واژه به وجود اومده، ولی در واقع این که ما بپذیریم که دیگری هم وجود داره، دیگری که مثل من نیست، یعنی بودن، هستیدن انسان هستیدن های متفاوتیه و اینجوری نیست که حتما ماها بایستی مثل هم به هستیم تا بتونیم با هم کار مشترکی انجام بدیم. ولی متاسفانه به هر حال همونجوری که پویان عزیزم بهش اشاره کرد، توی خارج کشور با توجه به شرایطی که وجود داره و با توجه به شرایط اجتماعی تاریخی که ما توش زندگی میکنیم، مثل اینکه حوصله آدم ها انقدر خسته میشن، کارهای فرسایشی تکراری، حوصله شنیدن همدیگر رو کمتر پیدا میکنیم و همین هر روز تنهاترمون کرده. و به هر حال به طور واقعی ادبیات کار هنری واقعیتش اینه که بر بنیاد روابط اجتماعی وجود میاد، بر بنیاد گفتگوها وجود میاد و ما مثلا در همین ارتباط اگر نگاه بکنیم خب هر روز
میشه به دلیل اینکه در واقع آفرینندگانشون هم آبستراکن. وقتی که ما توی گوشه خونه و سر کار خودمون مجبوریم باشیم که زندگیمون رو تأمین بکنیم، در واقع به یک آدم مجرد، یک آدم انتزاعی، یک آدم آبستراک ما رو تبدیل میکنن که مثلا بایستی یه سری نمیدونم فلزات و سازمان بدیم. به جای اینکه خودمون سازمان پیدا بکنیم، در واقع بیشتر به سازماندهی خیار و کاهو و گوجه و نمیدونم چهار تا درس بریم دانشگاه سرهمبندی بکنیم، به دانشجوها بگیم یه وظیفه رو انجام بدیم و به خونه هامون برگردیم. و این بدترین وضعیتیه که برای انسان امروز به وجود آوردن. و ما تا وقتی که در مقابل این وضعیت راهی پیدا نکنیم برای نزدیک شدن به هم دیگه، واقعیتش اینه که مشکله که بتونیم تغییری به وجود بیاریم. علارغم این که این کرونا بعد از خودش شرایط مبارزه رو میتونه به وجود بیاره، ولی نقش ما هم در این رابطه چیه و چقدر میتونیم تاثیرگذار باشیم، به چگونگی این تاثیرگذاری بیشتر فکر بکنیم و ببینیم چه راهکارهای عملی برای این وضعیت ها میتونیم از خودمون ارائه بدیم. ممنون و سپاسگزار. به هر حال متشکرم از اینکه این همه وقت به من دادید. من میکروفونو به ادمینای عزیز برمیگردونم و صدای سیروس جانم بعد از مدت ها میشنویم، خوشحال میشیم و مطمئنم که سیروس عزیز راجع به فرهنگم بیشتر از این چیزا میتونه به اتاق بده. ممنون و سپاسگزار. بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی ممنونم، سپاس از همگی. خب ممنونم از شما اموکی مرس عزیز. Thank you.
موسیقی.